مرحبا مرحبا. سلطنت قاجار مثل تو چندتایی دیده. یکی تاج و سلطنه است که کتاب نوشته، تو هم که مشغول و مسئول در کتابخانه ای. لطف کنید به جای خطابه هایی که در آن استادید کمی به مصلحت خودتان و قاجار فکر کنید. شما مسئول مرمت کتب کتابخانه سلطنتی باقی خواهید ماند. بروید و عروس صاحب منصب نظمیه شوید و دو جایگاه به دست بیاورید. من جایگاه شما را در این دربار نمیگیرم. والا حضرت، من جایگاهی بالاتر از دربار و نظمیه دارم. جایگاه مرا کسی تعیین نمی کند. من از سفر کربلا برگشتم، جایگاهی بس بزرگ دیدم. عرش کبریایی در نینواست، نه در اینجا که به بادی بند است. ماها، تو هنوز برای من یک شاهزاده ای. گرچه خون قاجار نداری ولی با نان قاجار بار آمدی. خان بابا می گفت تو قدر نان و نمک می دانی. ما باید مراقب هم باشیم ماها. ستونهای قاجار دارد می لرزد. من آخرین ستون این سلسله ام. تو باید مراقب من باشی. این پیوندها همیشه برای قاجار مهم بوده. بر شما واجب است به این وصلت رضایت دهید. ندهی را ندارم. بالا حضرت، تو رو خدا نزد. بریم بریم بیرون، زود باشین. چوبک آوردم. خانوم جانم، تلت ببین چقدر رخ شستم، خوب شستم. خانوم شما رخ دارم با شوق میشوره. براتون چوبک آوردم، چیز دیگه هم نیاز داشتید بگید بیارم. اینمده ازش بدم میاد، خدا زلش کنه. چیکار کردی؟ کتاب و سجادتون رو بردم اتاق خودمون، گذاشتم توی صندوق. خیالتون راحت، این دختر رو اتاقتون رو غصب کرده. این اتاقا به کسی وفا نمیکنه. ولی خانم خیلی در حق شما بی وفایی کردم. حق شما تشت و رخت چرک نبود. طلعت جان، حق تو هم تشت و رخت چرک نیست. کی باید مشق تجزیه کنید؟ الان باید برم. کتاب گنجینت و لسرور و سجاده ای من رو هم خبر بده به پسر صاحب باشی به رسم امانت. به اون پسر بده مراقبت کند. چشم خانم، از سایه میرم. هیچ کس هم خبردار نمیشه. بگو بسیار برایم ارزشمند هستند. تأکید که کنید میفهمند. حتما. پیغوم دیگه ای نداری؟ بگو قرار ما همچنان سر ساعت قرار برقراره. خیلی قشنگی. وای بابا بابا بابا. وای باده شینه، باده شهرستونه. خیلی خنکه، خیلی خنکه، خیلی خنکه. دخترا برید توی هرچی اتاق، هرچی پرده است بیارید برای من. بله. برو دیگه، نگاه میکنه. چشم. پرده آوردم برات. بریز پرده ها رو بشوره. خوبه؟ Thank you.
همین دو را به امانت نگه دارم؟ تأکید کردن که جایی محفوظ باشم. شیء گرانبهایی ندادن برای من بیاورید؟ گفتند این دو بسیار ارزشمند هستن. آه فهمیدم. مهابانو کنیز شدن. از امشبم باید اتاق خدمه بخوابن. بدتر از کنیزا ازشون کار میکشن. رحم ندارن. نمیذارن چیزی براشون ببریم. نمیذارن کمکشون کنیم. از صبح تنهایی کلی رخت شستن. دارن مهابانو رو میکشن. تو رو خدا کمکشون کنیم. الان کجاست؟ رخشون خونه بودن. زینت خانم اومدم بردنشون اتاق خدمه. منم نتونستم بیام این ورا. ترسیدم شک کنن که چرا سجاده آوردم اینجا. هوا که تاریک شد از پشت نارنجستان رفتم باغ گلستان و قایم مکی اومدم اینجا. الانم باید زود برگردم. از قرار ما چیزی نگفتن؟ گفتن برقراره. در نبرد ناگزیر کفر و دین، در هجوم لحظه های واپسین، چشمم بر نگاهت خیره شد، آسمان بر دیدگانم تیره شد، آسمان بر دیدگانم تیره شد. عشق بر بود و نبود شود، خوف ایمان می شود، مرهمی است فوقای عشق در ما می شود، عشق در جان می شود، خوف ایمان می شود، مرهمی است فوقای عشق در ما Thank you.
قبول باشد ماهی جان. مها جان، باز تو را در این لباس قشنگ دیدم. من دیگر چنین لباسی تنم نمی کنم. دلم نمی خواد بیام رخشور خونه و آزارهای تو رو ببینم. نمی خوام برم بیرون. من در این تنهایی خودم باشم بهتر است. باید بمونم تو حال و هوای خودم. ماهی، برای سیر و سلوک باید و نبایدهای بسیاری وجود دارد. تو در این کنج تنهایی هیچگاه سراغ نبایدها نرفتی و حالا در این مرتبتی مرتبت حیرت. تو یک جرقه کوچکی. تو هیچ وقت امکانات گناه نداشتی و حالا آنقدر بیگناهی که در این منزلتی. برو بیرون درم ببند. چشم خاله. مها جانم، من دارم رخ میشورم زینت جان، با دل و جون میشورم. ولی ما با خونه دل تماشا میکنیم. رخ شستن که آر نیست. فقط نمیدانم چرا وقتی آدم را به عزا مینشانند فرصت عزاداری به آدم نمیدهند. بیتاج با تلسم و جادو و فریب و تزویر قصد داره شما رو مطیع کنه. همه رو بر علیه شما تلسم کرده. بیا مها جانم بیا. تا بدارم بر تلسم لا شکست، گنج الا را بیاوردم به دست. زینت، دیشب خواب کودکی دیدم. عجیب بود. آدم بعد این همه حوادث یا کابوس میبینه یا اصلا خوابش نمیبره. اما من راحت خوابیدم. خواب مکتب خونه دیدم. روز اول با شما، با شیخ، دیدار با تاج و شعرها. خدا رحمتشان کند. خیلی دلبسته اشعار آن مردی. گاهی به جای جواب شعری از آن مرد میخوانی. بیا چیزی بخور. زینت، چرا شاعران زود میمیرند؟ نمیدانم مها جان. همون سال اول که دیدمش موند. گریه میکردم. شیخ میگفت شاعران طبع و سرشت ظریفی دارند و طاقت زمختی های این چرخ ستمگر را ندارند. از شیخ خبر داری؟ خیر، خبرها از شما به ما میرسند. جای نگرانی نیست، اما در بیابانک ناخوش شدند و فعلا در منزلگاهی ماندگار شدن تا با حال بهتر به تهران بازگردن. از یک چاپار خبر رسید. خیلی بد حالت؟ نه، سن بالا و زندگی مجبوری در ریگ جن آدم رو ناخوش میکنه. پیک بفرستم برای شیخ همین الان. پیک برای چه؟ که خبر تظلم خواهی شما رو به گوش ایشون برسونن. شما یک بار شیخ را از بند زندان آزاد کردید. شاید ایشون هم بتونن شما را از این بند رها کنن. نه زینت، نه. این بند فریب و حیله است. نباید شیخ را اسیر این آلودگی ها کرد. این قوم ظالمی بهت امون نمیده. زجر رو عذابت میده. اینقدر آزارت میده که با پای خودت از اینجا فرار کنی و بری تو دل گرگا. میفهمی؟ بله، میفهم. انسان طاقت بی اندازه نداره. هرکس اندازه‌ای داره. بالاخره به سطوح میایی و میزنی به دل بیابون. اونا منتظر همینن. فعلا که دل زدیم به دریا. مها جان، قراره بلایی سر شما در بیارن که با کمال میل راهی لانه شغال میشین. یا خودت با اشتیاق برو به زرج نکش، یا فکر بهتری کن. شما که خودت میدونی من با میل خودم راهی خانه آن مرد نمیشوم. پس من راهی برای تو دارم. چه راهی؟ گوش کن مها جان،
من هم زمانی مانند تو گرفتار یک اجبار شدم. به همین خاطر با ترفندی از این اجبار گریختم. چه ترفندی؟ کمی بخور تا برات تعریف کنم. مظفرشاه که مرد، ما از بیوگان ایشون بودیم. شاه زنان زیادی نداشت، اما چه در دوره ولیعهدی و چه پادشاهی زنانی را متعه می کرد. من بعد از مرگ ایشان و در زمان سلطنت محمد علی شاه، ندیم و همراه ملک جهان بودم. در آن روزها نایب خان با اصرار مکرر میخواست که منو به عقد خودش در بیاره، اما من ملتفت شدم که آن شخص هم آنگلوفیله و هم روسفیل، یعنی برای هر دو مملکت روس و انگلیس از دربار خبر میبرد و دستخوش میگرفت. منو هم برای خبرچینی میخواست که عقد کنه. تابوت خبرچین همه ما را از بون و ریشه چیده. مهاجا، همان کاری را بکن که من کردم. شما چه کردی؟ عیال خان بابا شدم و دست نایب خان کوتاه شد. تو خاطر خواهی داری مهاجانم؟ خاطر خواهی خارج از این دربار شاهی؟ همان کاری رو بکن که من کردم. الان خیلی راحت میتونی با هر کسی وصلت کنی. آنها خواب هولناکی برات دیدن. اگر راضی به وصلت با زمان خان نیستی، برو با فرد بهتری عقد کن، خیلی زود. خان بابا دلباخته شما بود؟ دلباخته نبود، از آب و رنگ من خوشش می آمد. ببین مهاجا، وصلت تو و زمان خان هم برای ولیعهد منفعت داره، هم برای خان بابا، هم برای من و هم برای اولاد من. اما من این منفعت رو نمیخوام. نمیخوام در ماه محرم شمر رو نفرین کنم و در مابقی ایام مثل شمر زندگی کنم. شما زینت این کاخی، زینت الملوک، همیشه مثل مادر بودی برای من. پس مثل یک مادر به حرف من گوش کن و هرچه سریع تر وصلت کن، تا اسم مردی کنار اسمت باشه و مرد دیگه نتونه تو رو تصاحب کنه. من خاطر جمع هستم که تو خاطر خواهی داری. جوانیم رشید و بیباک و دلباخته. من بروم رختها را بشورم. سب کن مها جان، اول غذا تو بخور، بعد به حرفایی که بهت زدم خیلی خوب فکر کن. این لباس دومادی تنم شفیق، قرار از تنم در نیارم تا دوماد بشم. مبارک مبارک. پیدا نشد نشد سگ فوت. یه بار بیتا چند تا قفه زد رو لباسم و گفت درش نیار که همین روزا سرگرد میشی، فردا برام درجه یاوری اومد و بعدشم گفتن همه یاورا سرگرد میشن. پیدا نشد؟ نخیر نخیر پیدا نشد. این میمونه که تو دریا دنبال شنریزه بگردی. این عیالمون باید میشد وزیر جنگ، اصلا آروم نیست. یه قشون رو فرستاده تا اون دختر رو ذله کنه، ما رو هم فرستاده اینجا برای یه پولیتیک دیگه. بچه ها دارن این گرگ گرسنه دور حصار قصر میچرخن تا دختره بیاد بیرون. این قشونی که عیال مکرم فرستاده قصر نتونستن مهو خانوم رو یه ذره بترسونن و بچزونن و بتارونن؟ قشون نیستن پس اینا؟ ولی عهد و خان بابا رو کرده هم دست ما، یه تعداد زن و فرستاده اون تو با حقه. یه همچین قشونی رو فقط ابن زیاد میتونست جمع کنه. اون بره معلومه،
عیال مکرمه کم از ابن زیاد نداره جسارت ها. کی به تو گفت بیا اینجا؟ برو اون عکس رو پیدا کن. آنتوان راحت تر میتونه پیداش کنه. آنتوان فعلا تو محبسه، با ما همکاری نمیکنه مردک. آخه فوتو این قوم و من وسط این همه چجوری پیدا کنم؟ یه چند تا آلبوم از اون زمان گذاشتیم کنار، برمیداری میبری دبا خونه. عیال من میاد اونجا، سعی کن دست خالی نباشی، پیداش کن. الانم هرچه سریتر نظمیه رو ترک کن. تو بی آبرویی، نمیخوام زیاد اینجا دیده بشی. بله من خودم میدونم بی آبرویم. او بیا خاموش کنیم وامون در سرده. اختر قبلیه حالا برای چی رو خریده بود؟ باش اصلا نمیشه تو آسمون چیزی رو رصد کرد. بیعقل، روزا چی رو میخوای رصد کنی؟ شبا رصد میکنم. به من گفتن شاه روزا میرفت ایوون رصد. روزا زنان شاه اینو قایمکی بر میداشتن، میرفتن اتاق و امارت همو دید میزدن. یعنی من میتونم با این کل اندرونی و زنان رو رصد کنم، به خصوص مهارو. یه روز منجم باشی به شاه گو یه رصدخونه تهرون بزنی، آسمون رو رصد کنه. قبله عالم جواب داد ما پول برای هوا ندار. ببین این دستگاه اگه برسه دست بیتاش بهتر میتونه تاله همه رو ببینه. تمام این اساسی هایی که تو آوردی این اتاق اسباب بازی های زنان حرم بود. ملک جهان وقتی خانم این سرا شد همه رو جمع کرد ریخت تو انبار. ملک جهان دیگه کیه؟ عیال محمد علی شاه دیگه، مادر ولیعهد و احمد شاه. مادر ولیعهده؟ بابا یعنی مادر شوهر آینده منه. هیچ از این جاریام خوشم نمیاد. زنای احمد شاه خیلی سرشونو بالا میگیرن. کاش مادر شوهرم اینطور نباشه. من برم زیاد موندنم اینجا خوب نیست. زن رو شک میکنم. ببینم بالاخره فهمیدی که خاطر خواه مهاست یا اینم باید خودم رصد کنم. مها حرفی نزد، اسم کسی رو نبرد. این دختره همیشه زبونش قفله، راز دلش همیشه محفوظه. پسره همونیه که با مها کاغذ پرونی میکرد، پیداش میکنم. الحمدلله تو به مرادت رسیدی و توی اندرونی برای خود تاج و تخت را انداختی. ایشالا منم به مرادم برسم. میرسی. وقتی مها سرگردون شد و با فراغ بال رفت و افتاد به دست و پای سرگود زمان، هم من به مرادم میرسم و ملکه میشم، هم تو به مرادت میرسی. بیتاش به سرتو پیدا میکنه ایشالا. خیلی مراقب باش. نکنه غافل بشی و سر برگردونی و ببینی یهو مها با یکی دیگه عقد خونده و دست سرگرد زمان رو کوتاه کرد. قطع میکنیم دستی که بخواد سرخود مها رو عقد کنه. پیداش میکنم. اگرم پیدا نشد اونقدر مها رو به زبونی میکشم، اونقدر به زبونی میکشم تا با التماس زن زمان بشه. میبینی شما اجازه ندارید. چرا خان بابا؟ ولیعت غضب میکنه. یعنی من اجازه ندارم مهمان به منزل خودم ببرم؟ چرا؟ شما اجازه دارید مهمان به منزل خودتون ببرید، ولی مها رو نه. مها عروس مجبوریه و فقط باید به منزل زمان بره. مگه مها بردگی شماست؟ اونو میخوام به منزل خودم ببرم، همونجا هم ساکن بشه. من اختیاری خودم رو هم ندارم خان بابا. میخوای منزل خودت ببری و راحت فراریش بدی؟ آره همچین قصدی ندارم. نمیشه زینت. باشه خان بابا، من از فردا دیگه اندرونی نمیام.
تا جناب ولیعهد من رو نبینن و برایم غضب نکنن. مها رو هم با خودم میبرم. نمیشه زینت جان، دار و دسته شویق امانتون رو میبرن. به دست خودت بلا نده. غلط میکنند. اونا هر غلطی که دوست دارن انجام میدن. عمارت رو روز سرت خراب میکنن. یعنی میریزن داخل منزل من؟ بعید نیست. همچین حقی ندارن خان بابا. اگر مها رو با خودت ببری روزگارت رو سیاه میکنن. دست از مها بکش. خدا رو خوش نمیاد. مگر شما قوم و ظالمینین؟ از بچه ها چه خبر؟ تلگراف دادن که راهی مملکت شدن. بله ازشون خبر دارم. اتفاقا من هم براشون تلگرافی فرستادم. جدی؟ چه خوبه که با هم مراوده دارید. میدونین براشون چی نوشتم خان بابا؟ نه چی نوشتی؟ نوشتم شما شیر حلال منو خوردین ولی با پول حرام پدرتون بزرگ شدید. از عاقبتتون میترسم. از عاقبت شما هم میترسم خان بابا. هی دختر ببین چی برات آوردم. بشور قشنگ بشور. سلام آقا اسلام خون، این مواجبه این بوده شما فرستادم من بیارم. گفتن از این به بعد مابانی سمتی در کتابخانه ندارد. فعلا شیخ خورمشویخ من برای تحویل کتاب رو میفرستن. من برم مابقی رخوی تزدیه از خیلی خونه بگیرم بیام مشق تزدیه. سر یک فرصت پنهانی با ما فرار کنید. درنگ نکنید. لباس تزیه است. نه از قصه فراقی و نه فرشی نه چراقی. خدا قوت خانم، لباسه تزیه رو آوردم. انقدر خوش دوختن که نگی خانم. ممنون. درست اندازه بچان. خانم بیاین ببینین. مثلا این لباس رقعی است. بناست که سرور تنش کنه. خوبه نه؟ خوبه. همه رو ببر به اندرون. نه خانم یه لحظه بیای. حسن تلت جان. نه یه لحظه اینا رو نگاه کنی چقدر خوش دوختن. مثلا شما تک این البسه رو ببینی. آخه این دوره مشروطه بود. ببینم آقا این مشروطه چیا رو میگرفتن دار میزدن اینا مکسیش هم این داد. بعد ما میرفتیم تو باغشا جنازه اینا رو میدادیدیم میفروختیم به خانواده هاشون. کار خوب میکردی آقا. دوران کسادی بود. خیلی داغون بودیم. عکس تاجگذاری احمد شو آقای توپولو. یادش رو خیر. یادش رو خیر. خب گرمش بوده. چیه عروسیه جشن یه گروه مطربه. نه چه جالب. ماییم واقعا. ماییم گروه ماییم. منم اون وسط اون
کجاست؟ آقا شفیق این وزش چه جوون بودی آقا؟ آخه یه زمانی محرم زنهای اندرونی بودیم، حالا شدیم محرم نظمیه. آقای رئیس نظمیه، آخه این چه وضعیه؟ آقای زنه، آقای رئیه، آقای زنه اقور بخیر جمع کنیم. همه رو مرخص کن. نکبت همه رو جا کن، دارم به من. اقور بخیر. این چه وضعیه شفیق؟ شما انگار کن و از اوضاع مملکتی شلم شوربا. پیدا کردی؟ نه خانوم، 20 سال از اون موقع گذشته. من اصلا یادم نیست چی بودن، کی بودن، اسم طایفه چی بود. طایفه زینه‌زن. زینه‌زن، بله زینه‌زن. این عکس ها پایینش و پشتش اسماشون رو نوشتن، ولی این زینه‌زن اصلا نه به چشم خورده، نه به گوشم خورده. فقط یادم میاد زناشون لباسای گلگلی داشتن. میگفتن اینا سالها پیش از سرحدات کوچ کردن، اومدن این ور، بعد تارومار شدن، دوباره رفتن اون ور. چرا تارومار شدن؟ یادم نمیاد چرا تارومار شدن. اینا یه ایل کوچیک بودن که به دستور دربار میرن اطراف خندق تهران بیتوته میکنن. یه دو نفرم بودن که میرفتن دربار رو میومدن. انگار دربار یه چیزی از اینا میخواست، اینا نمیدن، بعد هم میندازن ایشون هلفتونی. انگار که دو تا برادر بودن، اینا سرکرده ایل بودن. عکس آنها رو میخواهم. قدیم هر که را در قل و زنجیر میکردن پورتره میانداختن. والله اگه اسم اینا یادم باشه. چرا مها را از آن ایل دزدیدی؟ خب دزدیدنش راحت بود. مردا تو هلفتونی بودن، زنان بیکس. ما هم به بچه ها گفتیم هر کدوم از اینا رو که دم دستتون اومد بزنین زیر بغل برداریم بریم. بچه ها رو میگم. با باقی بچه ها چه کردی شفیق؟ فروختم، فروختم به این کولی ها، گده ها، غربتی ها. فقط این کولی ها خیلی ارزون خریدن. نه خیر، خیلی گران خریدند. کیو گران خریدند؟ گران خریدند شفیق. یکی از آن دخترکان را کولیان خیلی گران خریدند. چون از طایفه زینه‌زن بود گران خریدند. شما از کجا میدونی؟ من نابغم شفیق. تصویر رئیس آن ایل کجاست؟ رئیس گور به گور شده اون ایل آخه به چه درد شما میخوره؟ گور بابای ایل و رئیس و سرکردشم کرده. رئیس آن ایل پدر من بود. پدر شما؟ شفیق، شفیق، یکی از آن دخترانی که دزدیدی و فروختی به کولی ها من بودم. من بودم. مها رفت به دربار سلطنتی، من رفتم میان جماعت در به در کولی ها. سوختم، سوختم، سوختم و جزغاله شدم. عاقبت تومه این ظلمت بازار شدم. بزن بکش پایی. برو داخل آن کسافت. کسافت. مها دختر عموی من است. آن دو برادر که در محبس خانه بودند، یکی پدر من بود، دیگری پدر مها، عموی من، هم خون من شفیق. تا
تمام عمر تمام آرزویم این بود که تو را بیابم و بکشم شفیق، بکشم. یک بعد دایم به من میگفت شفیق را نکش، میگفت با شفیق مدارا کن، او میتواند ما را رسوا کند. من به دایم گفتم آن دولت و تاج در قنداق نوزاد دزدیده شده به دربار رفته. شفیق میدانی چرا دایم مرا از تو گران خرید؟ چون فکر میکرد دورت و تاج در البسه من بنان است. شما کدومشون بود؟ چه خوش اقبالی شفیق، چه خوش اقبالی. که بی نوایی بودم که تو کشان کشان با خود بردی، که به خاک ذلت نشاندی و دستش را شکستی و با عظمت از آتش برخاست. آن من بودم شفیق. من غلط کردم، من نمیدونستم شما اون بچه اید. آخه شما همه اندازه هم بودین، کوچولو، شبیه هم، لباسهای یه شکل پوشیده بودین. آن خوش اقبال من بودم، آن که در به در شد و برخاست من بودم. شفیق، کولیان آرام و قرار ندارند، مدام از جایی به جایی با پای پیاده. تمام دنیا را با آنها گز کردم، از جیهون تا هرات، از هرات تا کشمیر و قفقاز. بازگشتم با بالهای زرهی افراشته. من نمیدونم چرا زیور مهار رو گرفت. اگر میدونستم شما روزی زن سرگرد زمان میشی، میگفتم شما رو بگیره. کفتار، سرش را بزن. جبران میکنم. جبران میکنی؟ بودکیم را به من برگردان شفیق، مرا برگردان نزد طایفه‌ام، نزد پدر و مادرم تا جبران شود. نمیشه که خرد میشه، هر کاری بگی انجام میدم. مهاب باید همسر سرگرد شود، همین امروز باید او را به خانه من بیاوری، باید عروس خانه من شود. اگر نشود تو را قطعه قطعه خواهم کرد شفیق. چشم، به محض اینکه اومد بیرون میارم منزلتون تا عروستون بشه.
چشم، فقط یه امروز فرصت بده. امروز از کاخ خارج می شود، ملائکه مراقب او هستند. وای به حالت اگر او را نیاوری، وای به حالت شفیق اگر عروس به خانم نیاید، ختم تو را برپا می کنم. چشم.